الان در ایران چه در عرصه سیاست داخلی چه سیاست خارجی دو بلوک قدرت هست. یک بلوک با یک جمع‌بندی، با یک نسبیتی، با یک اغمازی، تیم آقای روحانی، هاشمی و خاتمی، و در اون طرف هم خود تیم آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران. اینها دیدگاهشون به روسنگری یا غربنگری کاملا اولویتاشون در سیاست خارجی با هم متفاوته. تیم آقای خامنه‌ای و سپاه اولویتشون گسترش روابط با روسیه تا سرحد ممکن هست در معادلات منطقه مثل سوریه و در معادلات جهانی و معادلات دو جانبه روابط نظامی دفاعی. اولویت بعدیشون اعلام دشمنی سریع با آمریکا و عدم تمایل به گشایش روابط با آمریکاست و موندن تو سنگر مبارزه با آمریکا. اولویت بعدی از اون هست که اعلام گسترش روابط با اتحادیه اروپا در عین اعلام بی‌اعتمادی به اتحادیه اروپا و بعد ادامه روابط با چین. در اون بلوک، بلوک آقای روحانی و آقای هاشمی و خاتمی هست، اولویت‌ها برعکسه. اونها دنبال کنترل و مدیریت تنش‌ها با ایالات متحده هستن، حتی اگر نتونن حل و فصل کنن اختلافات رو. در مرحله بعد دنبال گسترش روابط با اروپا هستن، به طور خاص مثل این سفرهایی که آقای روحانی به فرانسه و ایتالیا و قراردادهای تجاری که با اونها داشتن. در مرحله بعد ادامه روابط با روسیه، اونها ضد روس نیستن و با توجه به محدودیتایی که در گسترش روابط با آمریکا و غرب دارن، و در مرحله آخر ادامه روابط با چین.